روز 84 احساسات گفتگو نیوشا حالت این روزها چطور است؟ مهراوه نمیدانم یکم کسل و مضطرب هستم چرا؟ زمان زیادی است که در خانه هستم و کاری انجام نمی دهم. چرا بیرون نمی روی و یک سرگرمی پیدا نمی کنی؟ دوست دارم این کار را انجام دهم، اما من باید مقداری پول پسنداز کنم. سعی کن آرام باشی و یک کتاب خوب بخوانی. درست است. تو چطور؟ این روزها حالت چطور است؟ نیوشا من این روزها خیلی خوب هستم. بچه‌ام مهد کودک را تمام کرده است. من به او خیلی افتخار می کنم. خیلی از شنیدنش خوشحال شدم. او باید بزرگ شده باشد. یک سال از زمانی که او را دیدم می گذرد. بله، او یک سال اخیر خیلی بزرگ شده است. لطیفه فالگیر خانم، متاسفانه باید به شما بگویم که فردا شوهر شما میمیرد. زن این را که خودم هم میدانم. لطفاً بگو آیا پلیس من را دستگیر میکند یا نه؟ جمله های رایج احساس راحتی داشتن در آرزو و حسرت چیزی بودن کسی را خوشحال کردن دلگرم کردن خیلی خوشحالم کردی شعر سرمست به میخانه گذر کردم دوش پیری دیدم مست و سبوی بردوش گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر گفتا کرم از خداست می نوش خموش خیام کلمه روز کندو کندو معنی مثال ما در خانه یک کندوی زنبور عسل داریم ضرب المثل صد رحمت به کفندوز اولی این اصطلاح زمانی به کار می رود که جانشین شخص بد از خود او بدتر باشد سایه تان از سر ما کم نشود این اصطلاح به معنی محبت و لطف یک شخص نسبت به دیگری است برای مثال وقتی شخصی به یک نفر کمک می کند طرف مقابل می گوید سایه تان از سر ما کم نشود گفتگو سمن به نظر ناراحت می رسی چه شده است؟ مهرزاد مادر بزرگم فوت شده است از شنیدن آن خیلی ناراحت شدم کی این اتفاق افتاده است؟ دو روز پیش
در بیمارستان فوت شده است؟ بله، او در خواب فوت کرده است. وقتی مادر بزرگم فوت کرد، من مرتب به قبرستان می رفتم بر سر مزارش. احتمالاً من هم این کار را انجام دهم. به نظر می رسد تمام روز چیزی نخورده ای. ما باید برویم چیزی بخوریم. اصطلاح روز: دوری و دوستی. معنی: رفت و آمد زیاد از حد، به کدورت و دلازردگی می انجامد. خواندن: شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی که شامل حدود 60,000 بیت شعر است، از بزرگترین و برجسته‌ترین حماسه های جهان به شمار می رود. فردوسی حدود 30 سال برای سرودن آن وقت صرف کرد. محتوای این شاهکار ادبی اسطوره ها، افسانه ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب است. فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود. زمانی که اعراب زبان، دانش و ادبیات در ایران را به زبان عربی تغییر داده بودند، فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده شدن و احیای زبان فارسی شد. کلمات جدید: جانشین، مقابل، برجسته ترین، حماسه، صرف کردن، شاهکار، اسطوره، دوچار شدن، آشفتگی، احیا، فانوس، سوری، حیران، بالیدن، مثل اینکه، مفاخر، برآورد کردن، ستاره شناسان، نقش، معادلات، مطالعات، مبتکر، ظلمت، ظرافت، طاقت، شیاد، شکارگاه،